اینا با این کارها اولا اموال فریبی میکنن، اموال میفریبیان، همچنان که خمینی ادعا میکرد که اگر ائمه آسمان ها را پف کنن باید میبرشون، اینا همین کار میکنن. یه خلخشو بخور، یه ملک میشه خادمه، دریا رو خوش میکنه، کوها رو هم میزنه. بله ما ندیدیم کار رو بکنه، همش دروغ هم در دروغ. بعد از این میگه که همین آقای خلواتی، محمد خلواتی میگه که من سر رو برات فاش کردم، سرش همینه، همین که فرشته زمینه رو به تو نشون داد در عالم هبارود، که بسیاری از مردم نمیتونن جز افراد معدود بخشی از علما، علما راسخ که در حکمت و در حکمت حاضر و متبحران بهش دست نمیابه. از سر ظروف علم بسط الحروف از شیخ محمد شافعی خلوتی صفحه 45. اینها با این کارها مردم سرگردان کرده هم. اما ابو علی حی الله مرزوقی صاحب کتاب جواهر العلماء در کتاب خودش وردهایی آورده که هیچ دلیل قرآنی براش نیست، هیچ دلیل نبوی براش نیست، و ادعا میکنه که اینها برای قضای حاجته، برای آوردن نیاز انسانه. اون چه پیامبر فرموده بود خدمتتون در ابتدا مفید و مختصر ذکر کردم، و همچون این وردها برای شفا یافتن مریضه، برای نصرت و پیروزیه و غیر ذلک. اینا بدعت ها در دعا کردنه. میگه که 7 روز با ریاضت تمام روزه میگیری، بعد میگه که اللهم ای خدایا، درست مثل ائمه چطوری اسماء ائمه رو بر کارهای مخصوصی گذاشتن، ایمان بر دریاست، ایمان بر دشمن، ایمان بر روزی دادن، ایمان بر بچه دادن، ایمان بر چی؟ باید شد ایمان خودش بچه دار نشد، ایمان خودش عسکری خودش بچه دار نشد، چرا پیش دیگه ایمان بر بچه دار میشه؟ نشد که ایمان برش بچه هزار بیست سالی درست کردی، فرستادیش تو سرداب حضور خود برش درست کردی. این اینجا ببینید، ای خدایا من ازت میپرسم، ای خدا، خدا به خدا میگه یا لحیوش یا تحیوش یا یوش یا فهمیوش، اینا اسم خدا هب، اینا چیه؟ اینا بازی از این بدتر بادی میشه؟ همه اونها بگرد به اسم هرپان، به اسم تصوو. ای خدای من به حق این اسم ها و اسرار این های اسراری که در اینا گذاشتید، در قلب محمد گذاشتید، اینا را علاقی میرن دیگه، این اسم ها و قلب محمد قابل جمع اینا علیه الصلاة والسلام. از این سوال میکنم که روحانیت خادم این اسم های لطیف مبارک علمی و سفلی را کمک من میکنید. چرندیات روحانیت اسم ها چیه؟ لحیوش روحانیت داره، تحیوش بحیوش فحیوش روحانیت داره. در ذهن اینها هر کدوم اسم ها یه روحانی داره، خاطرش یه ملک یعنی. خب بعد هم نیاز شو ذکر میکنه، بعد یا ای عبدالطیف انت تو ای شعا یا شعصوص، به حق آنچه از سر این اسمای لطیف که میدونی نیاز منو برآورده کنی. مگر شرک غیر از اینه؟ مگر مدد خواهی غیر از خدا غیر از اینه؟ بعد میگه که نه، اوراد سلفه، اوراد نیاکانشه، نیاکان بزرگان صوفیه یعنی. خب این از اینها. دوباره احمد رفاعی مثل همه اینهایی که ذکر کردم
در مجالس خودش اغراضی جعل کرده، دعاهای جعل کرده که بیشتر کلمات فلسفیه و میگه که کلمات مغلقیه، ای کافی مهمات، ای رب آسمان ها و زمین، من تو رو به حقیقت محمدی میپرسم از اون چه که در مضمونش از اسرار ربانیه با مین متدالی به بهبوهه مرج بحری و از این چرت پرتا به ماده ظاهر طالع مشارق نامه میزان فضولیاتی که نازل شده منبع عوارف متواصله اون چیه اینا؟ من بهای حسن عام از اسم میپرسم و به مین مدد معقود بر که بر مجمل اثار وجوده و اینا رو در کتاب المجالس الرفاعیه صفحه 46 ذکر میکنه. خب اینا رو مقایسه کنید با آنچه که در ابتدای سخن از کلمات نورانی پیامبر اسلام شنیدی. عبدالسلام اسمر فیتوری صوفی همچنین کتابش را پر از این وظایف و حزبهای مشغول کرده که اسمش حزب کبیر نمیده، حزب خوف، حزب فلا و وظیفه رقص صوفی حضرت. بعد از اون میگه که بعضی که حزبه رو ذکر میکنه این دعاها رو، ای برادران اگه میتونید همه این حزبه رو حفظ کنید، ای برادران این حزبه ها رو درستش اینه که دست جمعی در هر روز بعد از نماز عصر بخونید که نه مستحبه، دین جدید آورده آقا. و صوفیان صالح امثال شازی و شاگردانش این کار رو کردن. اما سید الکورا از عبدالسلام صفحه 97. و هر طایفی از اینها، هر فرقی از اینها از کار مخصوصی داره، وردهای مخصوصی داره که اینها شاید در وقتی که طریقه های صوفیه رو بیان میکنی میاریمشون. و بعضی اوقات همین شلخموش فلخموش ها رو ادعا میکنند که این حزب ها رو بعضی ها میگند که از علی گرفتن. کافی نبود که زندیخ های مده تشیع با اسم علی بازی کنند، روحانیت مده تشیع صوفیه هم خودشون چسبوندن، بلکه منشأ یکیه. همچنان که جعلی فضلی از حسن بن حسونه نقل میکنه که من یه روز خلوت کردم برای ذکر و عبادت، علی پیش من اومد و ذکر بر من یاد داد. زنده زنده آقا بهش نگید علی نمرده، زنده میاد پیش صوفیا پیش شیعه میاد. پس اونی که زیارتش میکنن چه قبرش؟ رضی الله تعالی عنه. ما نفهمیدیم این مره زنده تا بدونید که در نزد اینها مرده زنده یکیه. عقل ها چپه بالا رو پایین میبینه، پایین بالا میبینه مثل هستا. علی زنده میاد در نزد صوفی ها بله، در نزد شیعه هم بله. پناه بر خدا امتی که جهان رو تغییر داد ببینید بچن بدبختی رسیده، مرده ها رو زنده میپنداره، زنده ها رو میکشن، مرده ها رو زنده میپندارن، مرده ها رو جیمش رو خالی میکنن، زنده ها رو اقتصادش رو میدوزن. بزرگترین دوزه تاریخ در این دوره صورت گرفته با ایران مرده قبل 20 میلیاردی درست میکنن. چه تخلفی و چه حماقتی و چه زلالتی براتر از این. بعضی اوقات میگن که این آقایی که میگو من از علی گرفتم از فواید فسرات و روایت صفحه 32-33. بعضی اوقات ادعا میکنند که از خیلی گرفتن این اورادو، همچنان که شهاب الدین شرجی یمنی میگه که یکی خیلی تشنه شد
نزدیک بود من بمیرم، خدا رو بر مرگ آماده کردم، چشمام بستم که من نشستم چشمام بستم. یه دفعه یکی گفت همینجوری، تو یکی گفت یا عزیز، یا لطیفم به خلقی، یا عظیمم به خلقی، یا خبیرم به خلقی، اون تصویر یا لطیف یا عظیم یا خبیر، سه بار اینو گفت. و این هدیه جاودانه، اگر از هر مشکلی برات پیش اومد اینو بخون، تلاوت کافی و شافیه. گفتم که تو کی هستی؟ گفت من خیزران. بیا الفوائد فی الصلاة و الوائد، همین که عرض کردم صفحه 32 و 33. اول مال علی رو ادعا میکردن کتاب طبقات از جعلی، جعلی الفضلی صفحه 47. حجویری از ابرانی بن ادهم نقل میکنه که گفته من در وقت نیاز خداوند بدون زحمت رزقمو میفرستم، و اتفاقا من در اون موقع اتفاقی افتاد که با خضر همراه شدم و اسم اعظم رو به من آموخت. کشف المحجوب از حجویری صفحه 316. شعرانی از احمد ابن ابی الحواری نقل میکنه که خضر دم کردن در سردرد رو من آموخت. خب اگه این درسته، اگه این هرطقات و این هزیان ها و این لاتاعلات درسته، چرا بعد از محمد علیه السلام هیچ کدوم از اصحاب محمد که از همه امت برتران و اهل بیت محمد هیچ کدوم هم که ادعایی نکردن؟ نگفتن ما خضر رو دیدیم، نگفتن ما علی رو دیدیم، نگفتن ما محمد رو دیدیم؟ دباغ، اینو که عرض کردم از طبقات شعرانی بود، جلد 1 صفحه 81. از اینکه صوفیان نقل میکنه که میگه من در نزد قبر شیخ خودم تا شب موندم و من به خاطر دوستی و فراقش گریه میکردم. او که در جنت، چرا گریه میکنی؟ شما که اعتقادتون بر اینه دیگه. بعد من همونجا خوابیدم تا اینکه آفتاب طلوع کرد. سیدنا خضر اومد و این ذکر به من یاد داد. لبریز دباغ صفحه 13. خب پس بعضی ها ادعا میکنند که علی، بعضی ها ادعا میکنند خضر، بعضی ها ادعا میکنند پیامبر. ابوالحسن شاذلی با کمال جسارت دعای خودش رو که حزب البحر مینامه، که کلماتش رب سهل و یسر و لا تعسر علینا یا میسر یا میسر کل عسیر بحق با تاسا خب وا ها وا لا یا یا فا حق داره بر گردن خداوند. اعوذ بالله تبارک احیط ها بسم الله بابنا تبارک هیتانونا بسم الله یاسین سخت بناد و تا آخرش دیگه. وقتی که علما بر این دعای شاذلی خیلی اعتراض کردن، این چه دعایی؟ گفت که من اینو کلمه به کلمه از پیغمبر گرفته هم. جامع کرامت الاولیاء نبهانی صفحه 176 جلد 2. وقتی زنده زنده میبرن چرا نگیرن؟ بعضی اوقات هزیان هاشو از این بیشتر میشه. میگه ما از پرندگان یاد گرفتیم. همه این هزیان ها پیش زندیخ های مده تشیع هست. صفوری نقل میکنه که من در قسطنطنیه در سرزمین روم اسیر بودم و نذر کردم که اگه خلاص بشم با پیاده حج بکنم. با وجود که پا بیاده حج کردن، چون این نظری درست نیست، چون نیازی به پا بیاده حجش.
فجاءني طائر بحاجة سجن. یہ مور ہوئے مات بدیوار زندان این دعا رو خون، اللهم این دیسر که یمن لا ترحول ورد خورتو تا آخرش این دعا رو خون. وقتی که این دعا رو در شب دوم برای من خون، شب اول نشد، خداوند یک فرشته به فرستاد و به منزلم و در موسال من حج کردم. گفتم این دعا را از کجا یاد گرفتید؟ گفتم این دعا را در قسطنطینیه سرزمین روم از یک مرغ یاد گرفتم. گفتم این دعا را پدر من از جد من از پیامبر نقل کرده. دیگه مسخره کردم. و کیفیت تلقینش چطوریه؟ دست و دست مرید میذاره بعد از طهارت و کف دست و بر کف دست مرید میذاره، بعد ابهامو میگیره و بهش میگه که چشماتو ببند و سه بار بگو استغفر الله، بعد یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا تا آخر آیه. همه کیفیت ها درست نیست، پیامبر نفرموده. بعد ترق راس بکنه، خود شیخ برای مرید سیطان دعا بکنه و تا آخر این دعاهایی که اینا از خود میتراشن. مقصود چیه؟ مقصود که اینها در مقابل دعاهای پیغمبر دعاهایی تراشیدن، بدعت کردن، کیفیتهایی تراشیدن و هیچ کدوم اینها نه مسنونه و نه وارد. پس ای صوفیان ارجمند، بیایید به راه پیامبر، بیایید به راه سنت نبوی، بیایید به راه قال الله و قال رسول. در یک دستتون قرآن بگیرید و در دست دیگرتون کتب سنت، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ریاض الصالحین، کتب سته و باقی کتب سنت، مسند احمد، مرتضی مالک. این یک شوار پیش میبره. اجازه بدید من چند تا ایمیل هم بخونم، بعد از اون میام سراغ تلفن هاتون. شاید لطفا همین حالا بخونید. چشم شبهای براره تغلول دوبراره خورزوخان امام خورزوخان امام زمانشونه. با عرض سلام خواسته نباشید، این نام هایی که ذکر کردید اسامی ملوک و جن و شیاطین هستند که ساحران از همه استفاده میکنند. از جمله این اسامی حسحسائیل، شهمورش، خرزوخان، خرزوانا، توتیائیل، شاروخ، لیاخیل. لطفا این ویدیو پخش کنید. امام خرزوخان اج چشم، اینم دست شما درد نکنه. خواهشان به من بگو که این خرزوخان کیه؟ آدرسی ازش، نشانه چیزی داری؟ تلفن چیزی داری از اون به من بدی؟ چمکران قول بدی من کاری با اون نداشته باشم. قول میدم. قول بدی کی بودم؟ به من بگو کی بودم؟ این 100 سال پیش به دست بوهای زداخا کشته باشه خرزوخان. خب اگه 100 سال پیش مرده غلط میکنه اسمش چرا؟ اسمش چرا اسم این خرزوخان ای جلوی من میبره؟ من فرقم قول و دادی ها، من مرض ندارم، دوست ندارم اذیتت بکنم. شما یک لحظه برو اون طرف، برو اون طرف. اینم خرزوخان امام زمانی ها.
سلام دکتر، خدا خیرتون بده، برنامه‌تون خیلی مفید. یک دوست در فیسبوک دارم که از چابهار و برنامه‌های شما دست از صوفیگری برداشته و موحد شده، خدا را شکر. برنامه‌تون خیلی عالیه، قضیه شما و فلانی رو چیه؟ چون من شما رو خیلی دوست دارم، میخوام بدونم آیا انصاری و صالح حق و انصاری و صالح پارسی برادر فامیل هستن؟ اصلا و ابدا، اصلا و ابدا. این کجا و اون کجا؟ اون یک فرصت طلبه که در ضرب زدن و ما او و رفقاش مجد عباسی و قبلا حیدری که بعد آقای حیدری کنار کشید، نه به خاطر ما، به خاطر منافع خودش کنار کشید، در ضرب زدن با ما و برای چه فاول پولهایی که برای این تلویزیون جمع کرده بودیم دست داشت و فتنه های بزرگی رو پاک کرد، خدا به حسابش برسه. و این بیسواده به زور میخواد خودش عالم جای عالمان بنشینه، هنوز حجت الاسلام میگه حجت الاسلام، هنوز حجت حجت بر قائل نیست. هر کار کردیم قبل از خلافت بابا این حجت رو درست کن. آخر و اینا بارها من شرط دادم، سلام خسته نباشید و همیشه پایدار در این راه بزن خداوند. خیلی متشکرم. من از خانواده کاملا مذهبی سنی هستم، به طوری که اکثر فامیلیت طلبه یا مرده هستم و کرد هستم و خودم 4 سال طلبه بودم و بسیار مطالعه دارم و برنامه هاتون رو میبینم. این ایمیل من و برادرم را به دلیل زیر، این فامیل من و برادرم را ها این فامیل من و برادرم را به دلیل زیر وهابی میخوانم، افتخار میکنم و قرار است به زودی مناظره کنیم و چند سوال شما دارم، میخوام کاملا جواب بدید در مقابل دلیل ضعیف اینا. توسل جایز و ناجایز؟ جایزش همینه که هر روز عرض کردم عرض میکنم و ناجایزشم هر روز عرض میکنم. ناجایز اون چرا که شما بندگان واسط قرار بدید، مرده ها رو واسط قرار بدید، اون چی که در جامعه من شما، جامعه غیر عرب من شما بیشتر رایجه، حتی در من عرب میتونینه ولی بیشتر در جامعه غیر عرب، این توسل ها نادرسته. بینی پیش مرده ها، پیش امام رضا کسی نمیشنمه، نه امام رضا نه بقیه مردگان کسی نمیشنمند، اگه میشنیدن که زندن. و آقا امام رضا بر ما شفاعت کن، این چه تواصلی؟ این شرک، این شفاعت نیست، و شفاعت هم دست خداونده، دست بشر نیست. لمن یشاء و یرضی قل لله شفاعت و جمیع، شفاعت همه یه داره خداونده، مالک شفاعت خداونده، بعد هم به کسی میده که خودش میخواد، حق کسی که بخواد و راضی بشه، هم به شافع و هم به مشهوره. حدیث استسقا، حدیث استسقا دلیل بر اونها نمیشه. استسقا اگر شفاعت توسل مرده جایز می بود، به زنده برای دعا توسل نمی جوستن. توسلی که شما بخواید کسی دعا بکنید درسته، آه بر من دعا کن، این بر این در این شکی نیست که درسته. و منظور از وسیله در آیه مفتقو الیل وسیله چیست؟ خودش ذکر کرده، خود آیه کامل بخونی. به قول شیخ الاسلام ابن تیمیه، تمام آیاتی را که اهل بدعت در ازش استشهاد میکنن، تکمله آیه یا ما قبل یا ما بعد آیه اون را رد میکنه. اگر یک آیه ابتقو الیل وسیله، آیه ابزار جستنیه، بعد چی؟ و جاهدو فی سبیله، مثال زده. یکی از مثال ها که وسیله برای رسیدن به خداونده جهاد در راه خداست. همه کارهای خیر وسیله برای رضای خداونده، نماز وسیله، ابزار روزه، همچنین جهاد، همچنین علم و دانش، همچنین کار خیر، همچنین علاج کردن مریضا، همچنین برنامه درست گذاشتن، همچنین و صدها و هزاران کار خیر، هرچی کار خیره، اینها وفت غیر اهل وسیله.
یعنی با عمل خیر به سوی خداوند بروید، نه با آرزو و تمنی، نه با مرده پرستی و شرک. خب آیا رفتن بر سر قبر واسه قرار دادن و این صورت او فرد خوبی بوده؟ نه، این درست نیست. رفتن بر سر قبر، اگر بر سر قبر گناهی نباشه، بدعتی نباشه، شرکی صورت نگیره، مثل قبرهای شیعیان و امامزادگان شیعیان و بعضی صوفیان که این چنینه، در شرک و بدعت و ضراره صورت میگیره و اینجاها رفتن، هر قبری را که بر سر شرک صورت میگیره رفتن، از رقاصخونه ها و شرابخونه ها بدتره، بلکه شرک بدتر از معصیته. اما در قبرستان عمومی اگر این معاصی صورت نمیگیره، بدعتی نیست یا معصیتی شرکی نیست، نه که رفتن جایزه بلکه سنته. پیامبر خدا فرمودند که قبرستان بروید، قبرستان که شما رو یاد آخرت میندازه. ولی وقتی که فتنه قبرها برطرف بشه، خود پیامبر جامعه رو که سالم کرد، فتنه قبرها رو برطرف کرد. الا اینی نهایت کنم زیارت القبور الا حضوروها فمتذکر کنم الاخره، من شما رو از زیارت قبرها باز داشتم. در اقتدا وقتی که قدرت دستش رسید، بتخانه ها رو به هم زد، زیارتگاه ها رو به هم زد، در مکه و در طائف و در جزیره العرب همچنان بت پرستی بود که امروز در ایران و در عراق، بارگاه ها و گنبد ها اگرچه اون موقع 20 میلیاردی نبود، ولی به این شکل حساب زمانشون، بتخانه های امروز شیعیان از اون زمان بزرگتره، خطرناکتره، اسم آل بیت محمد داره. و من شما نه کردم علف زوره ها، الان بروید چون الان مشکل حل شده، الان کسی دیگه قبر پرستی نمی کنه، شما رو یاد آخرت می دازه. و چندین حادثه دیگه که از قبر پرستی نه کرده. و واسطه قرار دادن قبرها شرک زلالته. آیا شخصی مثلا شیخ یا غیر میتونه در عالم سیر کنه؟ اصلا اینا چرتولوژیه. عالم سیر کند یعنی چی؟ مگه چیه؟ موشکه که در عالم سیر کنه؟ مثلا میگوید من چند بار بیت المقدس یا لندن یا دنیا پرواز کردم، به قوله همش دروغه، همش کشکولوژیه، شیطان با اینا بازی میکنه. آیا توبه کردن به روش صوفی ها در واقع مریض شدن آنها درست است؟ خیر، درست نیست، اشتباه است. توبه کردن به سوی خدا بازگشتن، نه به سوی صوفی، نه به سوی شیخ، نه به سوی قلندر، نه به سوی پیر، نه به سوی پاتر، نه به سوی کشیش، نه به سوی مرجع. همه اینها دکانداری است. فرق نمی کنه دکانداری مسیحی باشه، یهودی باشه، یا مسلمان باشه، یا شیعه باشه، یا صوفی باشه. توبه کردن بازگشتن به سوی خداونده. یا ربی، خداوند میفرماید لبیک یا عبدی، کجایی؟ من دنبالتم، بیا. لا تقنطوا من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جميعا. از رحمت خدا ناامید نشوید، خداوند همه گناهان رو میبخشه. خب جان برادر، اینها میگویند وقتی در نزد خلیفه شیخ توبه میکنیم، از مریدان شیخ میشیم، از اون میخوایم نور خدا رو بر دل ما بتاباند، چون ما خود لیاقت نداریم. این خودش زلالته. قرآن نور خدا رو نمیتوانه، شیخ میتوانه. ما لیاقت نداریم یعنی چی؟ شما رو به خدا، این مسخره نیست، این از مسخره که گذاشته، اینها زلالته. من بسیار مطالعه کردم، مستندری دارم برای مناظبان ها، اما میخوام لطف کنید با سند جواب بدید تا اسناد خود را با قاطعیت رای دهم.
ببین اینا را که من میخوام بنویسم کل طول میکشه، ولی در این مورد کتاب های متعددی هستش در سایت عقیده، سون نیوز، اسلام تیپ و مراجعه کنید. اگر در ایران هستید با فیلتر شکن مراجعه کنید و گمشده خدا انشاءالله خواهی یافت. و متشکرم از اینکه این مسائل اهمیت میدید. شرک و بت‌پرستی تا کجا؟ سلام علیکم. چرا شما باید برای خوش آمد شیعیان امامان آنها را عزیز بشمارید و یا احترام فراوان از آنها یاد کنید؟ عجب سوالیه. این چه سوالیه؟ این امام ها انسان های محترمی بودن، باید احترامشون کنیم، باید دوستشون داشته باشیم. دوستیشون از دینه، همچنان که دوستی صحابه پیغمبر از دینه. ما آل بیت پیغمبر بر سر چشممون رو بگذاریم. این هیچ کدومشون شیعه نبودن، این همه اهل سنت و جماعت بودن. بیچاره در ایمان تجدید نظر کن، در دین تجدید نظر کن. تو چطور مسلمانی هستید که در نماز میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، بعد میگه چرا امام شیعه رو احترام کنم؟ گناه امامان چیه؟ آها، عیسی علیه السلام پیروانش او رو خدا کردن، گناه عیسی چیه؟ از خدا بترس. اگر واقعا من فکر میکنم که شما سنی نیستید، شما فکر میکنم که یک شیعه باشید میخواید اینجوری بازی کنید. هیچ سنی اینجوری فکر نمی کنه. بله اگه سنی هم باشی مثل فرزن کاملا در اشتباه تو اصلاح کن. سلام، خسته نباشید، امیدوارم همیشه پایدار و سرطان باشید، خدا به شما خیر بده. من شرطم اجازه نمیده که زنگ بزنم، برای همین ایمیل میزنم. اتفاقا بهتره. و دو تا سوال دارم. اول، آیا اگر شخصی در سفر بود، اینو که دیروز جواب دادم، این سوالو دیروز جواب دادم که نماز عرض به خدمت شما عصر و ظهر میشه قصر و جمع خوند، نماز مغرب عشاء میشه قصر و جمع خوند، جز در مذهب حنفی که باید قصر خوند، فقط جمع نمیشه، ولی راجح اینه که میشه. و اما این دوتا نماز رو با هم، نه اینکه عصر و مغرب، اما قضا شد باید بخونی با هم. سلام و استاد فلان، من خیلی ممنونم از برنامه مفید و جذابتون، لطف دارید، محبت دارید. من مینا هستم، یک زن که هر شب برنامه های شما رو با حوصله میبینم. بله، خداوند به شما خیر بده. و اینه که این دوستان فرصت طلبی را که دشمنی می کنن، متاسفانه شازه کردید، خدا هدایت کنه چکار کنیم. فتنه های راهه. امروز آقای شیخ عبدالفتاح به دانش آموزان ایران تبریک گفت که با حکمت و جدانب احسن با دوستانشون برخورد کنن. ولی جناب شیخ، آیا شما با جدال احسن و حکمت آقای اسدینیار رو رو بودید؟ این حکمت بود؟ یعنی چون این حکمتی شما بیاموزن؟ الان 15 سال پیش اومدی برنامه رو بودید اون جای خودش، اون حکمت بود؟ اگر حکمت چنینه، خب مردم اینجور حکمت ها را شما یاد بگیرن یا فقط از زبان؟ مردم عمل رو میبینن یا زبان رو؟ ولی زمان از مردم جنوب در سراسر خلیج خواهش میکنم که اینها رو نصیحت بکنن، شیخ عبدالفتاح رو نصیحت بکنن،
آقای عقیل رو نصیحت بکنم که این کارها کارهای خوبی نیست، این کارها کارهای بدیه، زشته، عیبه. پونزده سال بنده صبر کردم، این همه پشتیبانی کلمه کردم، جزای ما همین بود. این خیانت ها چیه؟ این کارا بچگانه چیه؟ این خودخواهی ها چیه؟ مگه شما به خدا اعتقاد ندارید؟ پس این کارا چیه؟ شما به جای این رقابت های بچگانه باید همدیگه رو تقویت بکنیم، هرچی در این در اختیار دیگه همدیگه میذاریم، نیک میرس همدیگه بچاپیم. چی فرقی بین این و بین دوزار دریایی وجود داره؟ آیا دعوتگران باید مثل دوزار دریایی رفتار کنن؟ ای به این کارو والا. خب آقا، روزی شیطان رو در خواب دیدم، از او پرسیدم که به چه کاری مشغولی؟ گفت هفته 3 روز در امریکا تدریس میکنم. حتما در پنتاگون دیگه. اتفاقا در پنتاگون یک قسم دروغسازی هست، یک قسم دروغسازی، چطور این دروغ درست کنم؟ حتی اینو بعد از آقای خامنه‌ای یاد بگیرم، چون اینا رو دارم دیرشون دروغه. از او پرسیدم 4 روز دیگر هفته در کجا چه کار میکنی؟ گفت در قم درس میکنم. آفرین، این درسته، در قم درس میکنم. سلام، آتش زدن یک مادر و 3 کودکش در سوریه، الله اکبر، لعنت خدا بر خامنه‌ای و بشار. این تصویر کمیتی خراشه، اگر کسی نخواست مواظب باشه. یک مادر و 3 بچه آتش زدنشون زنده زنده. این نتیجه عدل علوی خامنه‌ای و خمینی پلید و شیطان در سوریه، که لعنت خدا بر این هاواد، نفرین خدا بر این هاواد، نفرین خدا بر خامنه‌ای و انصارش و دولتش و اطلاعاتش و سپاهش. ای خدایا، انتقامت را بر این نازل کن. این بار توهین به پیامبر دیگر، اما نه در اروپا و نه در امریکا، بلکه در کشور امام خرزوخان. ایشون نوشته آیت الله. امروز روزنامه کهان کاریکاتور حضرت یوسف را منتشر کرده که برهنه بین زنها ایستاده و زنها با دیدنش دستهای خود را میبرند. چرا حضرت یوسف را اینقدر زشت جلوه دادند؟ اینو من هم اتفاقا در روزنامه انقلاب اسلامی خوندم. فکر کنید اینو در کهان فرهنگی نوشته، درسته؟ چرا آیت الله ها ساکتن؟ چرا کسی حکم قتل میده که آنو نمیده؟ چرا ولی امر مسلمین جهان خط خون گرفته؟ در دولت فاطمیه پیغمبران اهانت میشدن به قول شیخ حسام بن تیمیه، و این ما میبینیم که در دولت خبیث خامنه‌ای لعنت الله علیه پیغمبر بزرگواری مثل یوسف علیه السلام اهانت میشه.
سلام جان تو به دنبال یک ساعت خبری از سنت بودم که مورد اعتماد باشد. قبلا از ساعت سونیوز استفاده میکردم تا اینکه فهمیدم این سایت حامی برخی از خانه‌های منافقین گشته. عکسی که از این سایت برای شما ارسال کردم نشان میداد که چگونه از شبکه رسال حق و کلمه تبلیغ میکند. اصلا ناحق آقا، ولی نامی اصول فارسی نبرده. نام ببره با پول غصبی اصول فارسی به اینجا شدن، نام هم ببره. همین سایتی که ازش استفاده میکنن، سایت اصول فارسی، در آخرین قرارداد این سایت امضا شده که به ما تحمیل داده بشه. این هم قصد کردن یه چپ آورگر یک مشت خواهیم. بله این دو به اضافه دو مساوی پنج چیز خوبیه، قبلا هم نشون دادم، اما ولی خب انشاءالله که امروز هم نشون میدم. خدا خیرتون بده. به اضافه دو مساوی پنج اینو نگاه بکنیم. چیز با معنی داریه، خیلی معنی داره. چه دلیل من زیست سوال می‌داری؟
آخه آقا فقط میخواستم بگم دو با دو پنج میشه، تکرار کن. ولی آقا من ساخته تکرار کن. دو برابر دو دو چهار. حتی میبینی که چهار میشه. تخبر نگاه کن. من که میبینی چهار میشه چی نمیگی؟ سخوت چهار نخوا دو برگردم. حالا فهمش کردم یا پدرش رو در میاره. این دانش آموز فکر کنه از هم بهتر میدونه، خیلی روش زیاده. بگو بینا قصه دو بوده چه میشه؟ آقا اجازه چه میشه آقا؟ شنیدی؟ باورتون میشه؟ این دانش آموزان از ممتازترین دانش آموزان مدرسن، الگوی این مدرسن. یه زیاده از رو یاد بگیریم. بگیم بینا دو بوده چند میشه؟ آقا اجازه پنج میشه آقا. آفرین. اینجا بسن حالا حاضر جمع جمع میشه کابوس سعیده بنویس. دفتراتون رو باز کنه بنویسیم. دو به علاوه دو مساوی پنج. همینطور که بنویسیم تکرار کنیم. دو با دو چند میشه؟ پنج میشه. چند میشه؟ پنج میشه. بلندتر چند میشه؟ پنج میشه. بلندتر چند میشه؟ پنج میشه. بلندتر چند میشه؟ پنج میشه. چند میشه؟ پنج میشه. دو با دو پنج میشه. تکرار. زور که حقیقت عوض نمی کنه که خواهش میکنم سلامت باشید. چند پیشنهاد عقل و نقل. سادگان قدر بنده کوچکتر از اونم که شما را نصیحت نمایم، اما از باب همدردی مطالبی را خدمتون عرض می نمایم.
برنامه شبکه شما با توجه به تخصص دقیق شما در زمینه شناخت حقیقی جناب‌عالی از دین اسلام و علل و عوامل انحراف مذاهب منحرفه بسیار بالاتر از تمام شبکه های توحیدی است. ولی ما دوست داشتیم که این شبکه ها به هیچ شکل در رقابت نباشه. ما این رقابت رو متاسفانه کلمه به اینجا رسوند. از روزی کلمه شروع کرد ما گفتیم با همین، بلکه ما هیچ اختلاف دینی نداریم، هیچ اختلاف عقیدتی نداریم، اینا اختلاف احواه. و حتی در شبکه عربی نیز بنده شبکه رو سراغ ندارم که به طور منهجی و اصولی به بررسی مذاهب انحرافی بپردازد، بلکه هر جا شبکه تابع سیاسته. اینجا یه پروژه فاصله که ما میتونیم تا اندازی بدون قید و بند سیاست حرف بزنیم. اما این کمترین با توجه به اینکه فارغ التحصیل رشته الهیات هستم چند پیشنهاد دارم. یک، برنامه هیچ شخصی من در برنامه خود شما نمیتوند مستمر ثمر باشد. لطف شماست، محبت شماست. والله 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 تا این لحظه، تا این لحظه حتی برای یک لحظه تو خاطرم این خطور نکرده که برنامه فلانی باشه بهتر باشه یا یه برنامه بنده بهتر باشه. بارها شده برنامه های سجوده رو نگاه میکنم، حذف میکنم، یا هر برنامه خوبی رو در هر تلویزیون ببینم حذف میکنم. ولی که وقتی نفاق ببینم، ضعف ببینم، ببینم دشمن میاد یه سوالی رو مطرح میکنه، همه ساکت میشن. این که دشمن بیاد موفق بیرون بیاد، این منو ناراحت میکنه. چطور؟ با عنوان مثال یه دفعه هم ذکر کردم، یک دفعه تلویزیون کلمه 6 نفر نشسته بودن راجع به سالگرد کلمه جلسه گرفتون، بسیار خوب، کلمات بسیار زیبا اینا. بعد یکی از این مخربان اومد که تلویزیون کلمه رو خیلی اذیت کرده بود، هر روز یک اسمی، بعد یک عیبی که در تلویزیون کلمه هست که جو مجامله و جو به اصطلاح درش غرقه میکنه، میدونید؟ یعنی انسان خودشه که خودشو در چه جوی قرار میده، بستگی به نوع خطابش داره. اگر جای عقیل اینو به اسم حکمت میذاره، همچنان که قبلا در نور بود، اما من اینو در حساب ضعف میذارم یا عدم درک موضوع. یه نفر آمد گفت که آیه عقیل بهش گفت که چرا هر روز اسمیه؟ گفت چرا شیال داره؟ مگه فرانی ابو موسر دلوشی نیستش؟ این 6 نفر همه چیزو گرفتن، میکروفونو حرف زدن، اینو نتونستن جواب بدن. آقا ابو موسر دلوشی اسم مستعار نیست، موسر اسم پسر منه، بلوشی یعنی بلوش که اسم قبیله منه، این اسم مستعار نیست. یعنی این جوابو نتونستن بدن، این منو ناراحت کرد. فوری زنگ زدم شیخ الفتا و یکی دو روز بعدش گفت بله متاسفانه نشد اینا و بعدا متوجه شدیم. مقصود من از این حرف چیه؟ این که دشمن زبون قوی بیاد بیرون منو ناراحت میکنه. با منطق اگه قوی باشه بله انسان ازش چیز یاد میگیره، حتی از دشمن چیز یاد میگیره. زیرا کسی که در سطح شما معلومات ناب علمی داشته باشد، دوزمان با ده ها سال بعد از لیسان در زمینه الهیات مطالعه مستمر داشته باشد و پیدا نمودن چون افراد بسیار مشکل است. این خصوص زن شماست، من از این لحاظ نگاش نمی کنم. بارها شده از این برنامه در کلمه هست در غیر هست چیز یاد می گیرم، از این لحاظ نیست. مشکل ضعفه، مشکل ترسه. بعضی از برادران جنوبی و چنان ترسوان است، از چیزا میگم، از مولایان میگم، چنان ترسوان که هیچ کاری نمیفهمم میکنم. الان واضح خود فرق کردیم، سر بلند کردن، دوباره واضح واضح خدا نکردن، دوباره این رو سر نباشون. مشکل در اون شخصیت ترسو بودنشانه، مشکل در اینه، مشکل در علم نیست. یکی از این آقایو دوران تحصیل هم کلاس ما بود، یکی از دوستان بسیار نزدیک من بود، اسمشو نمیگیرم. وقتی رفتم تو مدرسهش،
ما تو ایراد بودم اون موقع ها. تو ایراد بودم. مشکلی هم به دولت نداشتم. اینه تازه آمده بودم اینا. رفتم دیدارش از کجا از بلوچستان به احراز. آقا فرار کرد. شبشو فرار کردم جایی دیگه. مفسر رو میداشتم جایی. اینجوری هم اینا. دقت میکنی؟ مشکلشون در این روحیه ترسو بودنشانه. برای این چکار میکنم؟ میچسبند علی حکمت فلان علی بله همه خریجی فرق کردم و تمرایی قبلیت نور بودن و قبل از کلمه که چی؟ که تصویب بودن خودشانو توجیه کنن. مشکل اینجاست، مشکل در علم بودن غیر علم بودن نیست، اصلا نیست. این مشکل نیست. خب لذا برنامه هایی که خودتان اجرا می نمایید، مخصوصا نقد عقاید انحرافی، بر اساس ضوابط بالاترین تاثیر رو داره. حقیقتاً برنامه های آقای اسدینیا فکر نمی کنم اونقدر تاثیر داشته باشه، زیرا صرفا سیاسی بوده نه فقهی. آقای اسدینیا شخصیت سیاسیه که بهترین نقطه هاش در نقد عملکرد رژیمه. در این مورد میتونه اسرار فاش کنه، اما در مورد دیگه تخصصش نیست. و الان کلمه ایشون رو به زور اومده نوشته کارشناس امور مذهبی و سیاسی. این یک افراطه، یک گلوه، این نادرسته. بنده وقتی اینجا بود نوشته بود دیپلمات سابق. اینا شهادت دروغینه. کلمه شهادت دروغین ندهید. و بعد نفق و عضو سیاسی را همه به خوبی می فهمند. مسائل عقیده و شناخت دین است که مردم از آن غافلند. آفرین بر شما. لذا بود یا نبود آن بزرگوار تاثیر آنچنانی بر شبکه شما ندارد. نه این که چی، من از این لحاظ ناراحت نیستم. من از این لحاظ ناراحتم که انسانی را که من این همه احترامش می کردم این چون این در آمد. این یک. دومه که اونو که این چونی سرش کلاه گذاشتند کیان؟ بعضی از دوستان من و بعضی از چه پاورگران کلمه روسای ناحق. بعد من این سررشته ها رو میشناسم. مشکل چون اینجا شما این رو نمیشناسید، من این رو تا آخر میشناسم. اما بنی اسدی بیاد و اسدی برو صد تا هم سرش بیاند برای در ما تأثیری نداره. با کارمون با خداست، کار ما سیاسی نیست، کار ما دعوت اسلامی دینیه. رژیم بره و بیاد و ما زیاد فرق نداره. برای ما افکار مردم مهمه، اصلاح مردم مهمه، اصلاح دین مردم مهمه، اصلاح قلوب مردم مهمه. این من میدونم همین حرفه که همه اینا میگن اینا رو 10 سال پیش ما گفتیم و دارم تکرارشون میکنم. کسی از اینا جرأت داشت این حرفا رو بزنه؟ کسی جرأت داشت تو ایران بگه اینا بتخانه؟ چه سنیای ما چه غیر سنیای ما، از خودم تعریف نمی کنم. کسی از اینا جرأت داشت این کلمه رو زبان بیاره؟ احلا شکر خدا، احلا شکر. حتی تلویزیون نو احلا میگه این چطوره با این بتخانه مسخره میکنه. کسا سیاستش این نبود، مقصودم یه تغییر نور نیست، سیاستش این نبود. بنده اطمینان دارم برنامه های شما با همین توال، با همین فرسایل اندک ولی عالم، در صورتی که همچنین گذشته، با نقد علمی پیش رو تأثیر بالای خود را بر مردم خواهد گذاشت. خصوصا قشر دانشگاهی رو تصدیق کرده. با امید خدا خداوند حسن ظن شما رو قبول کنه. برنامه های نقد مذاهب شما من الان هیچ شکی ندارم. این حالت قبلا این کار کردن، همین تطمیر رو آقای قاسم اومد همینجا، یه روز آمده اینجا آقای حسن آقا تطمی کرد ما با کارمندم خود اینقدر پول میدیم، یعنی بیا پیش ما. هنوز اعد نرفته. اینها برای تخریب هند یا برای تعمیر؟ الان و تعجب کردم این
بچه بسار ناحق چی اسمش؟ انصاری، محمد انصاری، ابو سعید. گفت که پس چرا آقای سجودی میمیره؟ یعنی فلانی نه هیچ کسی پیشش نمیمونه، نه فقط اسدینیا. اینه که ما با این روش اسدینیا رو فریفتن، فریفته همین بچه فتنه باز که خداوند به حسابش برسه. و اسم آقای سجودی میگرفت، تعجب کردم. آقای سجودی الان سیاست کانال بس کلمه اینه که کسانی که در تلویزیون کلمه هستن جای دیگه برنامه نداشته باشن. خب این سیاست خودخواهیه، سیاست اشتباهی، ولی این سیاست شونه. الان داره تو مالزی دوستی را که با ما هستش میخوان زیر پاشو خالی کنه. آقا بیا پیش ما، ما یه قدمت میدیم ولی با فلانی همکاری نکن. اینا عیبه برادران جنوبی. این نوکیسه ها را نصیحت کنید. سراران جنوبی، دوستان جنوبی، این تازه به دوره رسیده ها را نصیحت کنید. دو روزه غرورشون نگیره. بنده اطمینان دارم برنامه شما با همین دوار. بله، برنامه های نقد مذهب شما بایستی کاملا جمع‌آوری شود و در مجموعه های در اختیار دانشگاهی قرار گیرد. لطف شما از خواهش میکنم. استدلال های پرمغز و علمی شما کمر تشیع را خواهد شکست. شکسته کمرشو، شکسته کمر بدعتو، شکسته. اگر نمی شکست این صندلی خالی نبود. همچین صندلی بگذارن ببینم ما چکار میکنیم باشو. همین آقا تو سلام یک بار اعلام کردن فوری بنده رسیدم. ولایت زراعت اولین شبی که افتتاح شد بنده دومین تلفن بودم که همونجا گفتم دیگه زنگ نزن. دقت میکنی؟ بلکه اینا میدونن اینا چیان، اندازه خودشون رو میدونن، دوزیا خودشون رو میدونن، بی علمی و فریبکاری خودشون رو میدونن. بنده با دشمن میدونم چطوری برخورد کنم، لیکن با دوست دشمن نمیدونم چطوری برخورد کنم. دشمن دوست نما را نتمام کرده علاج، شاخه را مرغ چه داند که قفس خواهد شد. یک شبه رفتم پارسال که مشکل مدینه و کویت حل کنم، دیدم حیدری و نمیدونم انصاری و بخصوص انصاری و ماجد عباسی اصلاش گوی یک من یاد نمیشد، شدن دشمن یک شده کوک شدن، پر مستشون کرده، تمام امید